سرخطی خبرها پیش از مهلت و بی‌رقیبانه واقعی انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان وکیل زندانی توجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند نرخ پتنت بوز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود روز بخیر بیننده‌های عزیز امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز 21 نوامبر است بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاهی بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده قاسم جومرد توقایف بیشتر از 82% آوازها را به دست آورده است در قزاقستان که ماه ینور امسال شاهد اعتراضهای خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود روز 20 نوامبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می‌دهد با اصحاب اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست شخصان کم شناخته در جامعه هستند و رقیبان واقعی دانسته نمی‌شوند کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شام 20 نوامبر خبر داد که تقریبا 70% شخصان قابل رای در انتخابات اشتراک کردند با گفته گروه‌های مخالف و رسانه‌های محلی ماموران پلیس روز یکشنبه ده‌ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر الماتا دستگیر کردند مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند دیگران در بازداشت ماندند با گفته نزدیکانش بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند برادرش جمشید یوروف رئیس بنیاد بزرگ مهر 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقام ما در این زمینه شرح ندادند. تماس ها با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یک شنبه به نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهریوروف با مسئولین زندان شهر وحدت بر رادیو آزادی معلوم نیست. اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتنت یا اجازت نامه کار برای مهاجران کاری در بشقردستان بالا می رود. نشریه روسی کمرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی بشقردستان علاقه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می کند تغییرات وارد کردند که به ارزش پتنت برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات نرخ اجازت نامه کور در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیراً شهرداری مسکو سرگی سابیانی نیز ارزش پتنت را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری سال آینده مهاجران برای پتنت ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا این نشان دهنده به 5900 روبل برابر است نرخ پتنت در منطقه معروف دیگری میانی مهاجران شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حق پتنت که فعلا حدود 4400 روبل است تا 5700 روبل بالا می رود. بنا به پژوهش شرکت آمریکایی لوکاوت زمیمه های تلفنی با زبان اویغوری می تواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمیمه را با نرم افزارهای جاسوسی آلودند که با رخنگران حکومت چین رب دارند. امریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می نامند. ادعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم می کند. فعالان اویغور می گویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیث رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکین نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیانگ این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده می کند. چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلام کردند. ما با بی‌زوریات کنی، اسقاط اجباری حمل و چاره های پیشگیری از حمل روبرو هستیم. خط نامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد آن در رای گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند با 17 رای جانبدار 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد
حزن‌انگیز است وقتی کشورهای به مانند اندونزیا زیدی بررسی وضعی برادران و خواهران مسلمان خود از جمله اویغورها و مسلمانان دیگری ترک نشد رای می‌دهند. اندونزیا نظر پکین را که پیشنهاد آمریکا و کشورهای غرب را یک نوع کوشش دخالت در امور داخلی چین می‌نامد آشکارا حمایت کرد. به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفتی قابل توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و راضیگی کشورهای منفیت‌دار در این زمینه را به دست نآورد. چین پایمال شوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقض حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور را که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل ها روزنامه‌نگاران اندونزی و راهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجان تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند. وقتی در اینجا دلیل ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزی آنها را بررسی خواهد کرد. دستی کم یک دیپلمات سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند. دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی گروه ا شب 20 نوامبر در ورزشگاه ال بایت شهری ال خفر بعدی مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید. در مراسم افتتاح مسابقه در جریان نمایش رنگین آوازخوان گروه کره‌ای BTC جون گوک و آوازخوان قطر فهد ال کوبایسی گیمنی رسمی مسابقه را اجرا کردند. برنده مراسم هنرپیشه معروف آمریکایی مورگن فریمن بود. امیر قطر تامین بن حمد ال تانی با سخن افتتاحی به حاضرین مراجعه نموده مهمانان را خوشپذیرایی کرد. همچنین در مراسم با تنتنه پردی تلسم های همه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. مسابقه در قطر دومین جام جهان در آسیا و اولین در خاورمیانه میباشد. در اولین بازی جام جهان 2022 منتخب اکوادور مقابل دسته میزبان قطر خوب هنر نمایی کرده با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد. یکمی نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعدش زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نویبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگ داشتی 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهری کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره ای و یکی از جایهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نویبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلابی رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیونی دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری و تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سختی مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند. هفته های آخر قربی اسعار خارجی نسبت به سومونی به تغییر باقی مانده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی به 9 سومونی و 98 درم و 1000 روبل روسی به 163 سومونی عوض کرده می شود. اما بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتنی نظر و پیشنهادها رو به ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.